محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنه. خیلی خوش اومدین آقای سازگارا. جان کربی سخنگوی کاخ سفید گفته نیروهای نیابتی با حمله به مواضع آمریکا خودشون رو به خطر میندازن. معنی این صحبت رو میشه گفت که اینه که آمریکا جمهوری اسلامی رو مسئول عملکرد این گروه‌ها نمی‌دونه؟ نه، نمیشه چنین نتیجه گرفت. مکررن امریکایی‌ها اخطار کردند که گروه‌های نیابتی، منظور این گروه‌های تشکیل دهنده هشت شعبی در عراق یا هشت شعبی در سوریه و یا حزب الله رو وابسته به جمهوری اسلامی میدونند، از چشم جمهوری اسلامی میبینند. آخرین پیامی هم که دادن از طریق آقای اسدودانی نخست وزیر عراق که به سرعت برد به تهران و پیام امریکایی را رسوند این بود که امریکا اگر حملات ادامه پیدا بکنه ابایی نداره که در داخل خاک عراق هم را اولین بار در واقع عملیات بکنه بعد از اینکه از اونجا رفته بیرون، ولی اینکه عراق به اصطلاح دوست امریکاست، دولتش، و حملاتش رو به ایران هم گسترش خواهد داد. بنابراین این تهدیدات رو همجور که وزیر دفاع امریکا شما در خبرهاتون بود به مصر گفته یا مقامات مختلف امریکا دائما دارن تکرار میکنند، اینجور تحریکات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظرم بازی با آتشی است که میتواند دامن جمهوری اسلامی رو بگیره و میتونه که جنگ درست بکنه، بخصوص این که نیروهای امریکایی در منطقه الان دو ناو هواپیماور در شرق مدیترانه هستند که هر کدومشون به تنهایی از بسیاری از ارتش‌های کشورهای منطقه بزرگتر و قوی‌ترند. تعداد 12 ناو جنگی با هر کدومشون است. اخیراً اعلام کردن امریکایی‌ها زیر دریایی همراهشون است، بیش از 200 هواپیما دارند و به هر حال امکاناتی که مثلا یکی از ناوهای رزم ناوهاشون به خلیج فارس هم آمده یا زیر دریایش بر صورت، این اتمام حجت ها به نظر من اگر نادیده گرفته بشه میتونه که خطر جنگ داشته باشه. آیا سازگاری بررسی داشته باشیم بر صحبت های محسن رفیق دوست؟ این وزیر سابق سپاه پاسداران ادعا کرده گروگان های از قدرت های جهانی در دست جمهوری اسلامیه که اگه حمله هم صورت بگیره در نیم ساعت اینها رو میکشن. این صحبت به نظر شما چه معنایی میده مخصوصا در این برهه زمانی؟ اولا واقعا جای تأسف در آقای رفیق دوست، به هر صورت زمانی عضو کابینه بوده، مقام رسمی مملکت بوده، سخنگوی یه سازمان تروریستی که نیست که راحت صحبت از گروگان گرفتن و کشتن گروگان ها بکنین. همین مصیبتی است که 44 سال با جمهوری اسلامی به سر مملکت اومده، به این معنی که حضرات به جای اینکه مسئولیت یک دولت، یک حکومت و 80 میلیون ایرانی رو بر دوششون احساس کنن، درست مثل یک سازمان تروریستی که حالا القاعده است، داعش، نمیدونم حماس، غیره، تو کوه و کمر داره مثلا کار میکنه حرف میزنن. اینا در شأن یک حکومت نیست. نکته دیگه این که من نمیدونم حالا آقای رفیق دوست منظورش چیه، چه گروگانی از چه کشوری دارن، در کجا دارن، ولی ما نشنیدیم که گروگانهایی در مثلا لبنان گرفته باشن از امریکایی. حالا بود منظورش این خط و نشون هم برای امریکا میکشه یا اسرائیل، وگرنه روسا که باشون رفیقن، چینی هم همینطور، برخور قدرت ها اینطوری هن، یا بعد مثلا حتی اکثر انگلیس باشه. ما نشنیدیم که گروگانی از این کشورها در دست جمهوری اسلامی باشه. بر صورت اگر هم باشه
و این تحریکات منجر به عملیات امریکا یا بشه، اون وقت به نظر من یک همچین کاری هم به فرض هم صحت داشته باشه و اتباعی از این کشورها رو بکشن، اون وقت نفت به آتیش این جنگ خواهد پاشید و شدیدتر خواهد کرد. البته اینم عرض کنم رفیق دوست کاری نیست، اینجور تصمیمات رو شخص خامنه ای میگیره و تا اینجای کارم خامنه ای نشون داده که جا زده نشسته عقب و هم او هم حسن نصرالله هم سردارای به قولی کسی نشده پلاستیکی سپاه میبینیم که صداشون دیگه در نمیاد و نشستن یک. ممنون از توضیحاتتون محسن سازگارا، ترگر سیاسی از واشنگتن، ما رو همراهی کردید.